بسم الله الرحمن الرحیم. خب رسیدیم به جلسه هفتم از سیمای سرور زنان بهشت حضرت فاطمه رضی الله عنها. تا اونجا رسیدیم که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم وقتی که آیه تطهیر نازل شد در سوره احزاب برای همسرانش، کسایی آورد و به قول مرحوم ابایی قرار داد، حضرت علی، حضرت فاطمه و روایتی که ام سلمه نقل کرده و فرزندان اونها رو زیر این کسا قرار داد، گفت خدای اینها رو هم اهل بیت قرار بده، اینها رو هم شامل این فضیلت بکن. که ام سلمه سوال کرد که یا رسول الله، پس من چی؟ گفت شما که بر خیر هست، یعنی این جریان شامل حال شما هست، من میخوام که شامل حال اینها هم بشه. و پیامبر به همین سبب حضرت فاطمه رو اهل بیت خطاب میکرد و خانوادهشون رو. و این نکته خیلی مهمیه، این در بحث اهل بیت نیا کنید، حتی در بحث این تطهیر نیا کنید. برخی فکر میکنن این تطهیر تکوینیه، یعنی که خدا میگه که خدا اراده بکنه، میگه که کاری انجام بشه و انجام میشه، کن فیکون. نه، تطهیر اگر تکوینی باشه ارزش و معنویت نداره. این تطهیر در واقع تشریعیه، همونجوری که من گفتم در مورد وضو خدا به اهل ایمان میگه که آیات وضو رو میاره که میخواد شما تطهیر بشید. یورید الله، این یوریدو یعنی خدا، این یحبو دوست داره. و در این آیه تطهیر هم خدا دوست داره پاکی و نجاست، پاکی و زشتی، پلیدی از اهل بیت و خانواده و همسرانش، در واقع از همسران و فرزندانش دور بشه. و این چگونه دور میشه؟ خدا وقتی میگه من دوست دارم، یعنی ما باید به گونه اونها عمل بکنن تا این محبت خدا شکل بگیره. اهل ایمان به همین صورت. و فضیلت هم در این احکام تشریعی هست، در این اراده تشریعی، نه در اراده تکوینی. در اراده تکوینی که دیگه انسان از دایره مسئولیت خارج میشه، مثل فرشته ها میشه دیگه، هیچی به هیچی. اینم فراموش نکنید، جدا از این که اینجا پیامبر خواسته که این فضیلت این آیه تطهیر شامل خانواده فرزندانش هم بشه، دقت میکنید، در عین حال این مفهوم مفهوم تشریعیه، که حتی اگه بگیم غیر از این هم باشه، این مفهوم مفهوم تکوینی نیست که برخی ازش میخوان سوء استفاده بکنن. اما بحث محبت اهل بیت پیامبر، ما میبینیم که همه بزرگواران داشتن و اشاره کردیم امام شافعی، و میگه این محبت بر ما فرضه، خدا در کتاب خودش این محبت رو فرض قرار داده. و اینقدر این مهمه که نماز کسی کامل نمیشه مگر اینکه در نماز خودش بر محمد صلی الله علیه و سلم و خاندان پیامبر چیکار کنه؟ درود بفرسته. در هر صورت این اشاره‌ای که پیامبر خدا میکنه در مورد اهل بیت خودش، خانواده خودش، هم همسران و فرزندان، میگه که کسی نسبت به اینها خشم نمیگیره مگر اینکه وارد جهنم بشه. و حتی امام احمد از ابو هریره رضی الله عنه، خیلی دقت کنید، این همه این کسانی نسبت به ابو هریره نسبت‌های ناروا میدن. ببینید اصلا ما این روایت ها کی داره مگه نقل کرده؟ نقل میکنه که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نگاه کرد به این اهل بیت خودش، خانواده خودش، حسن و حسین، اینها، گفت انا حرب لمن حاربكم و سلم لمن سالمكم. هرچند که در روایت این در بحث حدیث محدثین روش سخنی دارند و بالاخره مواردی در هست، اما نکته اینه که پیامبر به اینها توجه داشت. من میجنگم با کسی که با اینها به جنگ صلح میکنم، با کسی که با اینها صلح بکنه، نشون دهنده اهمیت مسئله هست و مناقب و فضیلت اونها هستش. که و گفتیم که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه خدا راضی میشه از رضای تو، چرا که پیامبر راضی میشه و از خشم تو هم خدا به خشم میاد. و ابن عبدالبر نقل میکنه از مقام و منزلت حضرت فاطمه رضی الله عنها و این مواردی که وجود داره، میگه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم وقتی که از یک غزوه یا یک سفری برمیگشت، اول میرفت به مسجد، در مسجد دو رکعت نماز میخون، که این خیلی قابل اهمیته. مسجد النبی مکانیه که امیدوارم خداوند روزی همه ما بکنه که بتونیم روزهایی رو بالاخره و شبهایی رو در اونجا عبادت نصیب عموم بشه. دو رکعت نماز بخون، بعد به خونه حضرت فاطمه میرفت، بعد میرفت پیش همسران خودش، که این فضیلت حضرت فاطمه رو همینجا ثابت میکنه. و جالب اینجاست که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم حد در قضای اونها دعا کرده بود، در قضایی که در خونه حضرت فاطمه بود میگن برکت بود، و در بالاخره حالاتی که بود گاهی حضرت فاطمه احساس گرسنگی میکرد، پیامبر دعا میکرد. و اشاره هم داره که در مورد این گاهی پیامبر میگه خب این برکت روزی کجاست، میگه که حال اینا از جانب خدا اومده که خداوند این رو قرار داده برای ما. میگه یه روز پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم رفت به دیدن حضرت فاطمه. حضرت فاطمه بیمار بود. گفت دخترم حالت چطوره؟ وضعیتت چطوره؟
کیف تجدی نکه یا بنیه، خودتو چجوری میبینی؟ حضرت چطوره؟ حضرت فاطمه میگو اینی لوجعت، من درد دارم و ناراحتم و انه لیزیدون لیزیدونی انی مالی تعامون آکلو، و از اون بر من درد بیشتر میشه که چیزی ندارم که اینو بخورم، یعنی فقیرم دیگه، زندگی فقیرانه داریم، از اون بر درد و بیماری، از این بر بالاخره گرسنگی و درد فقیرانه. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله چی گفت؟ یا بنیت دخترم، اما تردین انک سیدت نساء العالمین، تو دوست نداری سرور زنان جهان بشی؟ به جایی که بگیم برم الان برات پول و ثروت از بیت المال بیارم فلان، دوست نداری سرور زنان بهشت بشی؟ قالت یا ابت فعین مریم بنت عمران، اگه اینجوری بشه پس مریم دختر حضرت عمران یا مادر عیسی علیه السلام تکلیفش میشه. پیامبر گفت تلک سیدت نساء عالمه ها، اون سرور زنان جهان خودش هست و انت سیدت نساء عالمک، تو سرور زنان جهان خودت هستی. اما والله لقد زوجت که سیدن فی دنیا و الاخره، قسم به خدا من سروری رو باز برای تو ازدواج به ازدواج در آوردم که این هم داره یک چنین مقام و منزلتی هست. حالا من میگم، حالا در بحث این روایت ها ممکنه سید سیر علام نوبلا نقد کرده، بعضی از محدثین در ضعف یا مثلا اینها مواردی وجود داشته، اما در فضایل حالا ما این موارد رو نقل می کنیم. یک نکته خیلی قابل تأمل وجود داره، لحظاتی است که فوت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نزدیک میشه. ابن عباس رضی الله عنهما نقل میکنه، میگه وقتی که آیه اذا جاء نصر الله و الفتح نازل شد، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم حضرت فاطمه رو خواست و گفت فاطمه من بالاخره مرگم نزدیکه، میگه من مرگم نزدیکه. حضرت فاطمه گریه کرد، بعد پیامبر بهش گفت نه گریه نکن، فلا تبکی، گریه نکن، فانک اول اهلی لاحقا بی، تو اینو بدون که تو اولین کسی هستی از خانواده من که به من ملحق میشی. میگه حضرت فاطمه رضی الله عنها چیکار شد؟ اینجا خندید، که اینم سیر علامه نوبلا نقل کرده. و جالب این که میگه وقتی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم شدت بیماری برش شدید شد، در حالی که دیگه تقریبا علائم مرگ برشون آشکار بود و درد آشکار بود، حضرت فاطمه گفت وا کرب ابا، وای پدرم که الان چقدر مصیبت و درد میکشه. پیامبر گفت فقال لیس علی ابی که کربون، بر پدرت کربلا و مصیبتی نیومده، یعنی بعد از بلا و مصیبتی نیست، فلیس علی ابی که کربون بعد هاد الیوم، بعد از امروز که من از این دنیا برم دیگه سختی و رنج به پایان میرسه، ناراحت نباش، این زندگی زندگیه که باید مسیر خودشو رها بکنه و میره. بالاخره ما در این میدان آزمایش میریم. یه وقتی رسول خدا صلی الله علیه و سلم از دنیا رفت، به رفیق علای خودش ملحق شد، یعنی الله رب العالمین، خب حضرت فاطمه اندوهگین شد، همینطوری که همه مسلمانان اندوهگین شدن، خب دختر ایشون بود، بالاخره محبوبه ایشون بود، و خب طبیعی هم هست که گریه میکنه هر انسانی. و این سخن رو گفت یا ابتا الی جبریل ننعا، ای پدر من، من پیش جبریل و نزد جبریل ما اینجا تو رو داریم و مثلا برات نگران هستیم، یا ابتا عجاب ربن دعا، کسی که دعای تو رو پروردگار قبول کرد. چرا؟ میدونی پیامبر در اون لحظه گفته شده بود که همش هم میگه الی رفیق الاعلی، الی رفیق الاعلی، گویا که جبرئیل از ایشون میخواست که میخوای در زندگی این دنیا باشی یا بالاخره بیای به نزد خدا. گفت نه، من میخوام به نزد رفیق اعلام بره. بعد میگه که یا ابتا جنت الفردوس مأوا، پدر من تویی که بهشت مأوای تو است. این نگاه رو نسبت به مرگ داشته باشید، این نگاه رو نسبت به مرگ، یا پدر تو که بهشت جایگاه توه. خب کسی که بهش جایگاهه، شما چه نگاهی داریم؟ نگاه غم و اندوه فراوان که نداریم، طبیعی یک سری مسائل عاطفی پیش میاد، اما این نگاه نگاه خیلی جالبی هست. حتی میگن وقتی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم دفن میشد، انس ابن مالک میگه که حضرت فاطمه میگه یا انس کیف تابت انفسکم ان تحت التراب علی رسول الله، چجوری دلتون قبول میکنی خاک رو رسول خدا صلی الله علیه و سلم بریزید؟ خب این حالات و این عواطف و این محبت رو داشته باشید. که میگه که وقتی رسول خدا صلی الله علیه و سلم دفن شد، حضرت فاطمه بالاخره مواردی رو نقل کرده که ممکن الان اشعار رو بخونیم، مقداری طولانی هست که من حتی در صحت و سقم هم نتونستم تو برخی از این موارد بهش برسم. اما ابن اسیر نقل میکنه در اسدالقابه که فاطمه رضی الله عنها میگه روایت شد که دیده نشد حضرت فاطمه بعد از پیامبر که دیگه لبخندی زده باشه، تا اینکه به نزد خدا رفت، ایشون هم از دنیا رفت. و این رو ابن عسیر در اسدالقابه آورده.
نکته ای که در اینجا خیلی وجود داره در مورد بحث وفات پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، یک نکته ای هست که در بحث میراث پیامبر هست. بعد از وفات پیامبر میگه که حضرت فاطمه اومد پیش حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنهما و گفتش که خب میراث ما چی میشه؟ تنها حضرت فاطمه نبود، بالاخره همسران پیامبر هم بود. ابوبکر گفتش که پیامبر فرموده که لا نورث و ما ترکنا صدقه، اون چه که ما ارث میذاریم صدقه هست. و خب حضرت فاطمه دیگه چیزی در این مورد نگفت، چون همه میدونستن که وقتی کسی روایتی از پیامبر نقل میکرد و همه میشنیدن، این روایت این گونه نبود که این روایت حضرت فاطمه نشنیده بود در این مورد. خب قبول کرد و تموم شد و رفت و بالاخره ماجرا به پایان رسید. ولی برخی از همین میبینید چه مرثیه ها و چه قصه ها و چه داستان هایی رو ساختن که یکی پس از دیگری ببین چه خبر هست که دیگه میگه آی چه شد و چه نشد، و هزاران صفحه هزاران نوار و هزاران چیز پر میکنن که آی ببین چه کینه و چه بغض و چه عداوتی، در صورتی که اصلا چنین چیزی وجود نداره. تا همینجا با ما همراه باشید. ادامه داستان سیرت حضرت فاطمه یا سیما حضرت فاطمه رو انشالله در جلسه بعد خدمتتون ارائه خواهم داد. تا اون روز خدایا رو نگهدارتون باشه.